با عرض سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه پروژه جاوا اسکریپت در خدمتتون هستم بچه‌ها ما تو اینجا صفحه اصلی رو درست کردیم بریم قسمت لاجیک قضیه من میخوام بچه وقتی صفحه هم لود شد توی صفحه خب یه ریکوستی بزنم به یه ای, آی یه سری عکسش بگیرم خب میخوام این کار بکنم API که میخوام استفاده کنم API آن آی اسپلش میاد داخل این سایتی که نوشتم، اینجا یولر که نوشتم onsplash.com/documentation میاد اینجا بچه ها یه مقدار که سفر بیاد پایین، یه گزینه داره به نام creating a developer account. جوین رو میزنم اینجا میام برای ثبت نام بچه‌ها. من قبلا ثبت نام کردم، شما هم ثبت نام می‌کنید. حالا یه با جا ب... میتونید با فیسبوکتون هم وارد بشید. هرجور راحتید. رو خب. لاگین رو میزنم. میرم داخل أوف. بعد از اینکه بچه لاگین کردی یه همچین صفحه براتون میاد خب فعلا به اینجا کاری نداریم دست نمیزنیم بذاریم بمونه بریم تو همون قسمت داکیومنتیشن هم بچه میرم تو همون داکیومنتیشن بچه ها تو قسمت اسکیما لوکیشن خب میرم اصلا چجوری کار میکنه API؟ این ای پی آی بچه یه آدرسی داره با آدر... این آدرسشه https دو نقطه کپی میکنید خب میام پایین تر میتود مختلفش رو بهتون میگه ایرورش رو بهتون میگه استاتوس کود رو بهتون میگه خب اینجا بچه آتوریزیشن داریم میگه برای اینکه شما بخواید دسترسی داشته باشید به این ای پی آی و یه دونه اکسس کی درست بکنید بعد از اینکه شما ثبت نام بکنید بچا بهتون یه اکسس کی میده حالا ببینیم این هم میشه آدرس ما بچه هم. این آدرس ها رو من کپی میکنم خب اوکی فعلا داشته باشیمش بعد فعلا برقش رو کار نداریم بریم تو کدمو خب بیم اینجا داخل جاوا سکریپتو. من یه دو متقیه طرف میکنم کانست API URL. یه بکتیک میذارم خب این میشه بچه ها API URL آر من حالا که بعد باید اطبا بعد عوضش بکنیم این قسمت اکسیس رو باید عوض بکنیم خب بریم دوباره تو داکیومنت همون بچه ها دیگه چی داره ایناش که هیچی این هم هیچی این هم هیچی. چیزی که برام مهمه بچه ها چیزی داره به نام فوتو گت رندوم فوتو این آدرس شو بچه ها اسلش اینو کپی میکنم میام پایین این کانتن بچه برای من مهمه نوشته هد ماکسیموم میتونی سی تا اکس رو دریافت کن اینو ما میخوام بعد خب میام داخل اینجا یه تغییراتی باید اینجا بدیم بچه اول چیکار میکنم یه دونه متغیر دیگه تغییر میکنم به نام کانت من مساوی به ده میذارم فعلا سی تا نه تا یک متغیر تعریف میکنم به نام API کی فعلا خالی میذارم تا برم بهتون بگم API کی کجاست خب حالا بریم اینو تغییر بدیم تا اینجاش اوکیه اینجاش یه دونه اسلش رندوم بعد اضافه کنید خب بعد این درسته این درسته اینو این باید پاک کنیم با بریه بلش رو بدیم API key و در ادامه این بچه ها یه دونه کانت هم اضافه کنیم کانت مساوی کانت این میشه یورل ما که قرار بهش بچه ها. حالا جلوتر فیچ بزنیم و اطلاعات رو دریافت کنیم بریم سراغ API key خب بیایم اینجا کی میام اینجا یه نیو اپلیکیشن میسازیم بچه ها این ترما رو همه رو تیک بزنید <تصفح> اکسپت خب یه اس بعد اپلیکیشن تو اومد بچه بس من میذارم اسکرول اپلیکیشن خب میام پایین بچه آخر آخر این اکسس کیه اوکی اینو کپی میکنم میزمش اینجا اوکی بچه حتما برای خودتون اکسس کی درست کنید اینو ننویسی چون اگه فقط همتون اینو بنویسید این محدودیتی داره مثلا در ساعت 50 تا بیشتر قبول نمیکنه وقت مشکل میخواید حتما برای خودتون اینو درست میکنید رایگان هزینه نداره مشکلی هم نداره خب بریم سراغ اون فچ زدن بچه ها. میام میگم که من میخوام صفحه که لود میشه یه فانکشن اجراش اطلاعات رو فچ بکنه میام چیکار میکنم میام میرسم async function اسمشو میزنم get photos از یه بلاک ترای کچ استفاده میکنم بچه یم کانست ریسپانس مساوی با ایویت فچ به کجا فچ بزنم با ای پی آی بعد محله بعدی دیتا ازش بکشم بیرون خب بعد فعلا یه کنسول لاک بکنیم دیتا رو ببینیم خب این از متد بعد کچش هم بنویسیم که اگه ایرور داد حالا من کد رو بعدا اینجا می نویسم بچه ها کچ ایرور هیر حالا فعلا کاری نداریم و اینجا می نیسم. وقتی صفحه لود شد اون فانکشن فراخونی بشه get photos فراخونی بشه هر بار که صفحه لود میشه خب بریم یه تست بکنیم ببینیم اوکی ها ببینیم عکس‌ها رو می‌گیریم و اون دیتا که داریم از سمت چیز میگیریم چه ویژگی داره میام داخل پروژه میام رفرش می‌کنم فعلا اینا رو بچا خودم دستی زدیم ما کاری با اینا نداریم خب خیلی خب افتحوازده رو میزنم صفحه کنسولم بچه نیا کنید یه آرایه هست ده تا دونه اکس دوشه کانتو گشتم ده تا دیگه اینم فرمت دیتایی که من برمیگردونه بچه یه دونهشو باز میکنم چی ها داره؟ یه دونه آرت داره که من از این قرار استفاده کنم دیگه چی به بخور برای ما داره؟ یه آیدی داره اینا باز به درد اون میخوره جو تا میبینین یه دونه یورل داره این آدرس اون اکسس بعد شما ما اینو قرار استفاده بکنیم برای نمایش توی صفحه و چیز دیگه نداره حالا بقیه اطلاعاتش مفید ها حالا باید خواستید استفاده کنید ولی خب این چند تا چیزو بیشتر به درد ما نمیخوره خیلی خب بچه بریم بیا بدمش بشه دسته بعدی فعلا خدا بس.